بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یاسر اسکندر عضو کمیسیون امنیت مجلس عراق از آغاز انتقال معکوس و بازگشت زائران از 7 گذرگاه مرزی با ایران خبر داد. اسکندر در گفتگوی مطبوعاتی خود اظهار داشت روند انتقال معکوس زائران 40 از 7 گذرگاه مرزی با ایران به ویژه مهران، چذابه و خسروی آغاز شده است. وی در ادامه گفت تعداد خروجی روزانه زائران از مرزها به 10,000 نفر میرسد. وی همچنین اظهار داشت ما انتظار داریم تعداد زائران از ملیت‌های غیر عراقی به حدود 4 میلیون زائر برسد. موزه الکفیل آستان مقدس عباسی در مسیر زائران 40 حسینی از نجف به کربلا ایستگاه موزه فرهنگی راه اندازی کرده است. سید صادق لازم الزیدی، رئیس بخش گنجینه و نسخ خطی موزه الکفیل در حرم مطهر عباسی، مقدمات نهایی خود را برای شرکت در ایستگاه موزه خود در موکب فرهنگی در جاده یا حسین به پایان رساند. افزود این طرح با هدف افزایش آگاهی در جنبه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی و با حمایت آستان مقدس عباسی اجرا می‌شود و شامل فعالیت‌های مختلفی از جمله برنامه‌های قرآنی، سمینارهای فرهنگی و سخنرانی‌های دینی، نمایشگاه‌های کتاب، اپلیکیشن‌های دیجیتال و مشاوره‌های فکری در این ایستگاه می‌شود. در آستانه 40 حسینی، موکب‌های خدماتی در شهر مقدس سامرا اقدام به کلیه خدمات رفاهی به زائران 40 حسینی نمودند. گفتنی است این موکب‌ها که در مسیرهای منتهی به حرم امام حسن عسکری علیه السلام قرار دارند، تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی به زائران امام حسین علیه السلام که از سامرا در مسیر شهر مقدس کربلا عبور می‌کنند، انجام می‌دهد. گفتنی است در این موکب‌ها علاوه بر تهیه غذا و نوشیدنی و دارو، حتی برنامه‌های آموزشی و مذهبی نیز برگزار می‌شود. جمع زیادی از محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السلام در کشور تایلند برای شرکت در زیارت میلیونی 40 از دولتشان خواستند تا برای تسهیل در رفت و آمد به این زیارت میلیونی با همتای عراقی خود همکاری نمایند. شیعیان تایلند در بیانیه اظهار داشتند در سراسر کشور اقامه عزای سید و سالار شهیدان برپاست، ولی ما شیعیان در حسرت زیارت قبر ابو عبدالله حسین و برادر ایشان حضرت عباس علیهما السلام هستیم. ایشان در ادامه از دولت تایلند خواستند تا پل‌های ارتباطی را با دولت عراق بگشاید تا ورود اتباع کشور به عراق تسهیل شود و بتوانند در بزرگداشت زیارت میلیونی 40 مانند شیعیان کشورهای دیگر شرکت کنند. آستان مقدس امام حسین علیه السلام پرچم گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السلام را در مسجد قائم آل محمد صلی الله علیه و آله در شهر بنگلور هند در ایالت کارناتاکا برافراشت. دکتر سعدالدین البنا، نماینده آستان مقدس امام حسین علیه السلام در هند، گفت پرچم امام حسین علیه السلام در مسجد قائم آل محمد که در منطقه قدیمی در شهر بنگلور هند قرار دارد، در میان شعار لبیک یا حسین حاضران برافراشته شد. وی افزود ساکنان این منطقه از طبقه فقیر هستند، اما از نظر وفاداری به امیرالمومنین علی علیه السلام و عشق به امام حسین و ائمه اطهار علیهم السلام ثروتمند هستند و به این وابستگی افتخار می کند. به مناسبت روز جهانی بشر دوستانه، سازمان مسلمان آزاده از جامعه جهانی خواست تا گام‌های مؤثری برای مهار بحران‌هایی که جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم شاهد آن بوده است بردارد. این سازمان در بیانیه‌ای با اشاره به جنگ‌هایی که در سراسر جهان در حال رخ دادن است اعلام کرد این جنگ‌ها ممکن است به یک جنگ جهانی تبدیل شود و تمام بشریت را
درگیر کند. این سازمان بر ضرورت تقویت اقدامات بشر دوستانه لازم و فوری برای توقف خونریزی های ناشی از خصومت ها تاکید کرد و در بیانیه خود بر وضعیت فاجعه بار در نوار غزه و جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که از 11 تا 17 آگوست سال جاری میلادی 572 پناهجو از پاکستان به افغانستان بازگشتند. UNHCR روز یک شنبه 28 مرداد با انتشار گزارش هفتگی خود در مورد وضعیت بازگشت کنندگان افغانستانی گفته است که 50% این برگشت کنندگان زنان هستند. بر اساس این گزارش، شمار زیادی از این پناهجویان به شکل اجباری از پاکستان اخراج شدند. تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین باعث می شود تا یخهای دائمی قطب شمال به طور مکرر ذوب شوند و همزمان جیوه محبوس در خاکی که برای هزاران سال در آن منطقه یخ زده بود نیز آزاد می شود. رودخانه یوکان که از آلاسکا به دریای برینگ می ریزد، یخهای دائمی را در امتداد سواحل خود می فرساید و رسوبات را به پایین دست منتقل می کند. با گرم شدن سیاره زمین، این یخهای دائمی قطب شمال که به نامهای پایا یخبندان، خاک همیشه یخزده یا خاک منجمد نیز شناخته می شوند، با سرعت بیشتری در حال فرسایش هستند و فلز سمی جیوه را در محیط آزاد می کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که بیش از 117,000 سودانی در نتیجه بارندگی و سیل از ژوئن گذشته از مناطق خود آواره شدند و علاوه بر این میلیون‌ها پناهنده و آواره از جنگ بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سری از آوریل 2023 فرار کردند. بر اساس برآوردهای این سازمان، تعداد آوارگان به 117,835 نفر در 12 ایالت از 18 ایالت سودان رسیده است. در این بیانیه آمده است که حدود 32,611 ساختمان در اثر بارندگی های سیلاسا به طور جزئی یا کامل آسیب دیدند. بر اساس یک مطالعه جدید، ممکن است دلیل ناراحتی های مکرر کودکان و نوجوانان استفاده از تبلت و شبکه های اجتماعی باشد. مطالعه جدیدی که در مجله معتبر پزشکی جاما پیدیاتریکس منتشر شده، زنگ خطر را برای والدین به صدا درآورده است. این تحقیق نشان می‌دهد استفاده از تبلت در کودکی ممکن است باعث افزایش خشم و ناراحتی آنها در سال‌های بعد شود. کودکانی که عادت به استفاده زیاد از تبلت دارند، ممکن است در کنترل احساسات خود مشکل داشته باشند و بیشتر عصبانی شوند. از طرف دیگر، کودکانی که عصبانی هستند برای آرام کردن خود بیشتر به تبلت پناه می‌برند.